آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توزیغ مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان. حکم هنج و روز و نماز و بی و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن شرعی و اباه و سید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. سلام، روزتون بخیر دوستان عزیز و همراه برنامه توضیح المثال. عیدتون مبارک. روز 17 ربیع الاول، روز ولادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و آقا جعفر ابن محمد صادق علیه السلام. جا داره که تبریک بگم اول خدمت آقا سید الشهدا و آقا ابوالفضل عباس و قطب دایره امکان حضرت بقیت الله العظم. خوشحالم از اینکه امروز هم در خدمت شما هستم و توفیق دارم که انشاءالله برنامه توضیح المسائل به شما تقدیم کنم. امام صادق علیه السلام میفرمایند سنگ ها و ستون های زیربنای اسلام سه چیز است: نماز، زکات و ولایت ما اهل بیت، که هیچ یک از آنها بدون دیگری کامل نمی شود. اصول کافی جلد 2 صفحه 18. توفیق شد که باز هم در این روز عید در خدمت جناب استاد رفعتی عزیز باشیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک. علیکم السلام. سلام علیکم و رحمت الله، اسعد الله ایامکم، انشاءالله این عید بر همتون مبارک بوده باشه. السلام علیک یا صاحب الامر. امیدوار هستیم دل امام زمان علیه السلام شاد باشه و انشاءالله به این روز عزیز خدا عیدی همه ما رو فرج حضرتشون قرار بده. آمین یا رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. آي غفوري شو حرام كم شرف بودم يما ذا عربي رأت شد یه شیشه عطری هدیه داد و رفت. همچه که داشت تونتون حرکت میکرد اینو گذاشت و رفت. رو کردم به آقا سید الشهدا علیه السلام، عرض کردم که رسم همه اهل ایمان اینطور هست، حتی این شخصی که نمیشناسه یه هدیه به ما داد. شما اصل کرمید، اصل جودید، اصلا این صفات خوبه از شماها یاد گرفتم. هیچی نداره اما همین دارایی کمش رو تبدیل به شیشه عطر کرده و داره هدیه میده به مردم. آقا جان ما از شما عیدی میخوایم، یا قمر بنی هاشم یا حضرت عباس، شمایی که چون اجدادتون خانواده کرمیدون اهل کرمید، حالا چه عیدی ازشون بگیریم؟ هرچی بخوایم از خوبی ها خوبه، اما بهترین خوبی این هست که انشاءالله دلها آرامش بگیره، شرها کنده بشه، فتنه ها تمام بشه، این همه خونه های به ناحق بر زمین ریخته نشه، این همه ناموس ها از بین نره، و انشاءالله هر چه زودتر اون کسی که با اومدنش عالم رو گلستان میکنه، عقل های بشر رو کامل میکنه، آرزوی تمام انبیا دین جدش رسول الله رو احیا میکنه، انشاءالله حضرت بیان دلهای هممون به نور جمالش روشن بشه. به این امید، به این آرزو همه با هم صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل فرج. خب فرمایش شما در مورد عیدی بود و عیدی گرفتن، انشاءالله که اجازه بدید من کم صحبت کنم و بسپارم از ابتدای برنامه دست شما. امروز روز 17 ربیع هست، اجازه بدید هم عیدی بگیریم از شما، هم
اینکه اختیار برنامه رو مثل همیشه بسپارید دست شما. سلامت باشید ان شاء الله. ما استفاده میکنیم از شما و عزیزانی که سوال میپرسن، برنامه میدن، تذکر میدن. ان شاء الله که هر جا هستید موفق باشید، سلامت باشید. امیدواریم یه روزی بیاد که بتونیم برنامه رو از کنار حرم باصفای وجود نازنین امام صادق علیه السلام، جد بزرگوارشون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، براتون بگذاریم و بگیم این گفته هایی که ما میگیم از خودشونه. راجع به دونه دونه این مسائل براتون از جوار خودشون کلماتشون رو بخونیم. پیغمبر خیلی زحمت کشیدن. اقل کاری که میتونیم بکنیم امروز این هست که حتی اگر سواد خوندن زیارتی، دعایی، چیزی نداریم، هدیه کنیم به اونها ذکر صلوات رو. اما من بهانه‌شو براتون جور میکنم با یکی دوتا حدیث. روز قیامت شخصی رو برای حساب حاضر میکنن، اعمالش رو بررسی میکنن، حسنات داره و سیئات، گاهی حسنات پایین میره، گاهی سیئات. ما نمیدونیم چه جوریه، اتفاق چگونه است، چه صحیفه‌ای، چه پرونده‌ای، آیا برگه است، ترازو چه شکلیه. طبق اون برداشتی که از دنیا داریم حساب میکنیم. گاهی امیدوار میشه، گاهی مایوس میشه، میترسه، میلرزه، ولی استراب ادامه داره تا اینکه پرونده تمام میشه، سیئاتش از حسناتش بیشتر هست. ملائکه میگن این ترازوی اعمال شما نشون دهنده عاقبت شماست. فریادی میکشه و میگه بابا من از امت مرحومم، من از امت پیغمبر خاتم هستم، من مسلمانم. معلوم شد روز قیامت مسلمان بودن در بین همه امت‌های افتخاره. حتی انبیا آرزوشون این بود که از امت پیغمبر خاتم باشن. من فکر نمی‌کردم کارم به اینجا کشیده بشه. من خیلی تلاش کردم بنده خوبی باشم. اما خود اعتراف میکنم اینه که گفته شد و نشون داده شد درسته، من بنده خوبی نبودم. اما باورم نمی‌شد کارم به اینجا کشیده بشه. وقتی خیلی بیتابی میکنه، اینقدر توفیق داشته که پیغمبر رو ببینه، بهش میگن اون رسول الله است، برو خدمت خود حضرت و تقدیم کن خواستت رو. 50,000 سال روز قیامت، اگرچه خلق بسیار زیادن، اما یه جوری اتفاقات که مجال برای دونه دونه این رسیدگی ها هست. میاد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و عرض میکنه یا رسول الله، اینا به من میگن اعمال دین چنینه، به دادم برسید. خلاصه من شما رو دوست داشتم، من از امت شما. حضرت صحیفه اعمالش رو بررسی میکنن. با بقیه روایات میشه فهمید که این هم مسلمون حقیقیه، چون مسلمون حقیقی یعنی شیعه مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اگه پیغمبر قصه امتشون رو میخوردن، امت پیغمبر یعنی مسلمان ها کیا هستن؟ اون کسانی که ایمان کامل آوردن، نه ایمان ناقص، یعنی شیعه اثناعشری ولا غیر. این باور ماست، حالا هر کسی و باورش و ادلش و حجتش برای روز قیامت. پیغمبر اعمالش رو حساب میکنن به همون روشی که ملائکه پیش میرفت پیش میره، تا اینکه میبینه صحیفه داره تمام میشه، ورقه های اعمال داره تمام میشه و سیئات پایینه. برگه ای رو از نور پیغمبر از توی اعمالش در میارن، در حسناتش میگذارن، حسنات اونقدر پایین میره و سنگین میشه که خلاصه شادی رو لبهای این شخص در محشر میاد، خوشحال میشه و خطاب بهش میرسه که خوشا به سعادتت، نجات پیدا کردی. ملائکه میپرسن یا رسول الله اینی که نجاتش داد چی بود؟ یعنی چه امتیازی سبب شد که او بالاخره خلاص بشه؟ ملائکه اشتباه نکردن، اما دیدید گاهی اوقات انسان امتحان میده، یه نمره میاره، همه نمره‌هاش خوبه اما یکی خرابه، اعتراض میزنه. بله، اعتراض که میزنه معناش این نیست که اعتراضش بجاست. دو معنا داره اعتراض. گاهی اوقات برای ماهاس اشتباه کردیم، نمره‌اش رو دوباره بررسی میکنیم، میفهمیم بله اشتباه کردیم، نمره‌اش بالاتر بوده. اما گاهی اوقات اعتراض که میزنیم یعنی استمداد میکنیم، یعنی دستمون دراز کردیم، یعنی داریم خواهش میکنیم کار ما با یکی دو تا نمره حل میشه، به دادمون برسید، کمکمون کنید، یعنی داریم استمداد میکنیم، درسته؟ بله. در عرف ما هم اینطوره. یا رسول الله چی بود که این رو نجات داد؟ حضرت میفرماید ثواب صلواتش بود بر
من و بر اهل بیت من. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روایت داره که در صحیفه اعمال سنگین تر از ذکر صلوات نیست. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان اعداءهم. یه حدیث قشنگ دیگه هم هست، اجازه بدید انشاءالله اینم یه اشاره بکنم. ذکر صلوات تو روایات خیلی براش فضائل گفته شده. توی میان برنامه جلسه قبلم بود فکر کنم 6 7 فرده رفقا ذکر کرده بودن. قدیمی‌ها میگفتن دهانتون خوشبو کنید، دهان رو خوشبو میکنه، قلب ها رو به هم نزدیک میکنه، کینه ها رو از بین میبره، نشاط به آدم میده، شیطان و شیاطین رو از انسان دور میکنه. اصلا صلوات یعنی اظهار دوستی و محبت، صلوات یعنی همرنگی با آسمانی ها، چون ذکر آسمانی هاست. صلوات یعنی یک ذره از وظائف پیغمبر و زحماتش رو جبران کردن. صلوات یعنی نزدیک شدن به پیغمبر و حال پیغمبر. صلوات یعنی اظهار بندگی. بله. صلوات یعنی سعادت دنیا و آخرت. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی آل محمد و عجل فرجهم. یادتون هست زمانی برای این آخری قصه جالبی بود تو روایت داره و بعید نیست اینطور باشه. ما عملا دیدیم ذکر صلوات روزی رو زیاد میکنه. اونایی که اهل ذکر صلوات هستن معمولا کارشون بنبست نمیخوره. گره طبیعت زندگی هست، گره میخوره، اما گره با ذکر صلوات باز میشه. خیلی از مشکلات مردم با ذکر صلوات حل شده و حل میشه. ما خودمون هر وقت کارمون گیر میکنه یا یک برنامه‌ای داریم، استرس داریم، دلمون میخواد سربلند ازش بیرون بیایم، صد بار بر محمد و آل محمد ذکر صلوات رو تکرار میکنیم و بسیار بسیار ازش تجربه خوب داریم. گفت یه شخصی بود در زمان پیغمبر از اصحاب، پیر مردی بود، خیلی پیغمبر رو دوست داشت ولی زندگی سختی داشت، فقیر بود. همسرش گفت که ما که ازمون کار نمیاد، کاری هم که میکنیم زندگیمون رو اداره که نمیکنه. برو خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و از حضرت بخواه که راهی جلوی پای ما بگذاره. که نمیگم از حضرت کمک مالی بخواه، بالاخره منم سختمه، پیرمردم خیلی سختش بود، حتی گفتنش سختش بود، اما علی حال عرض بکنید مطلب رو، پیغمبر بالاخره یک پیشنهادی راه حلی برام داشته باشه. بله. بعد از اصرار زیاد پیرزن، مرد اومد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و با شرمندگی عرض حاجت کرد که یا رسول الله، خلاصه فشار خانواده بود، من خدمت تو رسیدم و از زندگیمون یه مقدار گره خورده. حضرت فرمودن بر من و بر اهل بیتم درود فرست، خدا برکاتش رو از آسمان بر تو نازل میکنه. یعنی که از خاصیت‌های این ذکر این هست که از آسمان برکات بر انسان نازل میشه. خب برکاتی که از آسمان میاد معناش اینه که، یعنی یکی از معانیش این است که جایگاه ملائکه، عرش خدا، همه خوبی ها در بلندی هاست، علم، استجابت دعا، شفای مریض، اینا برکات های آسمونی است، نصیب تو میشه. پیر مردم گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ذکر صلوات رو فرستاد. خب ما عادت کردیم با و عجل فرجهم و میگیم که انشالله این سنت هست بیشتر جا بیفته. پیغمبر اون پیر مردم با اون روشی که بلد بود، چون ذکر صلوات از کار مختلفی داره، گفت از محضر پیغمبر اومد بیرون. یه مقدار که راه رفت دید یه خشتی کنار یک درختی یا پاش خورد، علیه حال توجهش رو جلب کرد. یه مقدار اونجا رو که با دقت بیشتر نگاه کرد و خاکار کنار زد، دید کوزه ای هست. کوزه رو از زیر خاک در آورد، دید کوزه پر از سکه طلاست. خب علیه حال اینطور برداشتش شد که این هدیه ذکر صلوات خدا اینجور داره به دستش میرسونه. حالا مثلا گنج نهایت خمسش رو پرداخت میکنه، مالک میشه یا میره اجازهش از پیغمبر میگیره. یه ذره که فکر کرد گفت که این روزی من نیست، این روزی مال یه کسی دیگه است. دیدید یه وقتی انسان نگاه میکنه یه مشتری میاد در مغازش قیمت میکنه، میره در یه مغازه دیگه میخره، شاید اونم همون قیمتو داره میده، همون جنسه، چرا از اون خرید؟ دیگه کاسبا میدونن، میگه روزی اون بوده، روزی من نبوده. یا راننده تاکسیه، میاد وایسه، یه اتفاقی میفته، یه ماشینی جلوشو میگیره، یکی دیگه میاد مسافر رو سوار میکنه،
میگه این روزیه اونا بوده. گاهی اوقات مثلا یه جوایز تقسیم میشه، جایزه خیلی خوبی گیره کسی میاد، یا تو قرعه کشی مثلا میگن این روزیه او بوده. گفت روزیه من نیست، چون پیغمبر راستگو به من فرمود خدا برکاتش رو از آسمان بر تو نازل میکنه. آسمان یعنی باید از بالا بیاد، این از زمینه، مال من آسمونیه، فرق میکنه. زمین رو چال کرد، کوزه رو برگردوند و خاک رو ریخت و که صاحبش بیاد. داره تو قصه موسی و خضر پیغمبر علی نبینا و علی علیهم السلام که دیواری که داشت خراب میشد بناش کردن در شهری که مردم اون شهر حاضر نشدن اینا رو پناه بدن، غذا بدن. بعد معلوم شد که زیر این دیوار گنجی بود که باید این گنج حفظ میشد تا بچه ها بزرگ شن. این برداشتش این بود که این مال کسی دیگه است، من نباید بردارم. اومد خونه، دید پیرزن نشسته منتظر، در همسایگیشون هم یک یهودی بود، اونم تو حیات ایستاده بود. گفتگوی پیرمرد و پیرزن که شروع شد اون میشنید. گفت چی شد؟ پیرمرد قصه رو تعریف کرد تا رسید به کوزه. پیرزنه بهش گفت بنده خدا چرا برش گردوندی؟ برو بردار بیار، آخه که بارون که نمیاد از آسمون، همین روزی ما بوده. روزی همین جوری میاد، این ضرب المثله که میگن خدا تو زنبیل نمیذاره بیاره در خونه. خلاصه راهش هم خدا برات فراهم کرد، چرا برگردوندی؟ پیرمرد رو فکر خودش رو سادگی خودش اصرار میکرد که نه این روزی من نبوده و به دل من نیفتاده، روزی ما میاد، عجله نکن. در طبع یهودیا محبت به دنیا و مال خیلی زیاده بشه، شدت پول دوستن. وقتی شنید این قصه رو از اینها درنگ نکرد، سریع از خونه اومد بیرون، رو طبق آدرس اون درخت رو پیدا کرد و کوزه رو در بسته زیر عبا گرفت اومد خونه تا کسی پیدا نشده یا پیرمرد پشیمون نشده. وقتی اومد خونه در کوزه رو که باز کردید کوزه پر از عقربه، عقربای سیاه. یه چند تاشم احتمالاً از کوزه اومدن بیرون و ترسوندنش یا اذیتش کردن یا هرچی. خیلی ناراحت شد. برداشتش این بود که این بازی در آوردن این پیرمرد و پیرزن، فیلم بازی کردن به اصطلاح، که این عقربا رو به جون من بندازن. فهمیدن من تو حیاتم، بلندم با هم بحث و گفتگو کردن که عقربا رو من بردارم. حالا من بلا رو سر خودشون خالی میکنم. رفت روی پشت بام، ناودونی که بالا سر اونها بود کوزه رو کج کرد که از ناودون عقرب‌ها بریزه رو سر اینها. کوزه رو که کج کرد، تو نقل داره که دید از لب کوزه همین عقربای سیاه که قل می‌خورن یا میان جلو، به لب کوزه که میرسن سکه طلا میشن، میافتن تو ناودون. لب کوزه رو که بر می‌داشت که مثلا این سکه رو برداره، میدید عقربه. کج که می‌کرد سکه میشد میریخت تو ناودون. من بین پرانتز یه مطلب بگم، امروز تصویر رو میدیدم، یه برنامه رو میدیدم توی گوشه یکی از رفقا، که یک شخصی روی نادانی و جهل یکی از معجزات مسجد کوفه امیرالمومنین رو انکار میکرد، قصه اومدن اژدها به مسجد و اینها. میخندن که خب مگه میشه اژدها بیاد از در و بعد از منبر بره بالا و در گوش امیرالمومنین نجوا کنه و بعد راشو بگیره و بره و این حرفا چی؟ من خیلی مثال خیلی ساده به ذهنم رسید، گفتم یه زمانی بشر فکرشو میکرد که آدم بشینه خودش تنها تو اتاق، یه چیز قلمبی بگیره دستش بذاره در گوشش، یه گوشی بذاره تو گوشش، هدفونی، و شروع کنه با اون ور دنیا حرف زدن. یه کسی که نگاه بکنه میگه این دیوانه است، داره با خودش حرف میزنه. درسته؟ فکرشو میکردید که با یک دونه وسیله بتونید با افرادی که الان نمیبینید و چه بسا هزاران کیلومتر با شما فاصله دارن به این راحتی حرف بزنید. اصلا تصویرش رو ببینید، اولی که موبایل اومد ما نمیدونستیم طرف مثلا با موبایل داره صحبت میکنه، تو خیابونیم داره حرف میزنه، گفتیم بیچاره خله، نگاه میکردیم دیدیم نه، هیچ چیز تو گوششه، تو دستشه داره صحبت میکنه. عادی شد، یعنی خنده ما از روی جهل ما بود. معلوم شد که امکان داره از نظر علمی که انسان با شخصی به این راحتی بتونه صحبت کنه، اگرچه او در کنارش نیست و خیلی ازش دوره. پرواز تو آسمونا همینطوره، آسانسور همینطوره، درهایی که باز میشه با چشم فلان همینطوره، و برید تا آخر. تازه اینا الف با اکتشافات بشره، هنوز خیلی مونده تا اصل حقایق توانایی بشر کشف بشه. و همه میدونیم و اعتراف میکنیم که بشر بسیار موجود پیچیده‌ایه. اگر
راستی بتونه حقایق اشیا و عناصر رو درک بکنه، قدرت‌ها و توانایی‌های خودش رو کشف بکنه، محشری به پا میشه. روز به روز داره اختراعات عجیب‌تری به گوش انسان میرسه. انسان دیگه الان راحت میتونه پرواز بکنه بدون بال. از این عجیب‌تر هم خواهد شد. پرواز میکنه با اراده، حتی بدون موتور و انرژی و بنزین و ماده محرک. این هم خواهد شد. فقط الان عجیبه. بنابراین خیلی عجیب نیست وقتی این دستگاه جماد خشک میتونه با تو حرف بزنه، زبان حال دیگری رو به تو منتقل بکنه. شما تعجب میکنی یه موجود زنده بیاد حرف بزنه؟ بنابراین از اون جهل بشره. آقا یه چیزی میگی، اگه عقرب بوده چطور سکه شده؟ یه زمانی میاد، البته الان هم هستن آدمایی که این توانایی رو دارن که میتونن عقرب رو تبدیل به سکه بکنن، میتونن در کون تصرف بکنن، میتونن در عناصر تصرف بکنن. فقط قدرتشون محدوده، خیلی وسیع نیست، در حدی نیست که اسمش رو اعجاز بذاریم، میگیم کرامت. اما خدا اگر بخواد میتونه حقیقت اشیا رو کن فیکون در لحظه ای به هم بزنه و تغییرش بده. این باور ماست. اگر کسی نمیفهمه و درکش نمیکنه، ناشی از جهله. چه استحاله ای داره دو تا هشتا شده، محالی پیش اومده که اگر یه اژدهایی بیاد با یک شخصی صحبت کنه، محال اگر عقرب تبدیل به سکه بشه، هیچ استحاله ای نداره. شک در این موضوعات چطوری؟ معذرت مثلا همین جریان اژدها رو خیلی شک کنن، میگن مگر بوده، مگر میشه. بله، سوال مشکلی نداره، علامت تعجب مشکلی نداره، انکار نکنیم. بو علی سینا یه جمله معروفی داره و اون اینه که میگه هر چیزی رو از عجایب شنیدی انکار نکن، بگذارش در بوته امکان، یعنی بگو ممکنه، مگر زمانی که برات از نظر علمی بطلانش ثابت بشه. این محاله، این نمیشه. وقتی امکانش نیست، جزء محالاته، یه چیزی در اینه که کوچیکه بزرگ باشه، بله، یه چیزی در اینه که بزرگه کوچیک باشه، خودش در آن واحد هم روز باشه هم شب، یعنی اجتماع ضدین باشه، اجتماع نقیضین باشه، دور یا تسلسل لازم بیاد، خلاف قواعد مسلم منطقی باشه، خلاف قواعد مسلم ریاضی باشه. بله، راه رفتن روی آب محال نیست، اما اینکه مثلا دو تا بشه هشتا محاله. یه شتر بدون اینکه کوچیک بشه، سوراخ سوزن بدون اینکه بزرگ بشه از هم عبور بکنه، این محاله. چیزی که محاله شدنی نیست و خواستنش غلطه. اما بقیه چیزا ممکنه، بنابراین میشه این عقرب تبدیل به سکه بشه. حالا وقتی سکه ها ریخت و ناودون رو سر اون پیرمرد و پیرزنی که جرا بحث میکردن، پیرزن نگاه کردید از ناودون داره سکه میاد، پیرمردم سرش رو آورد بالا، با لبخندی به زنش گفت دیدی میشه از آسمونم بیاد؟ اینا دیگه مال ماست، اینا دیگه همونیست که پیغمبر وعدش رو به من و شما داده. کار خدا خیلی عجیبه. باز یک کلیپی دو سه روز پیش شاید میدیدم از کارهای خدا که دونه دونه اینا ذکر صلوات میخواد که الحمدلله در خونه پیغمبر و آل پیغمبر هستیم که ما رو با این خدا آشنا کردن، که بهترین راه اون خداشناسی مطالعه این طبیعته. یه مورچه روی سنگی وسط نهر آبی گیر کرده، یه برگ درختی میاد کنارش میایسته، اینها خیلی ازش هست، خیلی از این عجایب درش هست. خدا نسبت به موجودات غیر انسان این لطف‌ها رو انجام میده، چه برسه به انسان. حدیث قدسی داریم به حضرت موسی شبیه این مطلب را. برگه میاد، مورچه سوار برگه میشه، برگه میبرتش کنار رودخانه و به سنگ دیگه متصل میشه و وارد ساحل میشه، راشو میگیره میره. یعنی خدا حتی صدای یه مورچه رو هم روی سنگ میشنوه، صدای یک دونه کرمو در دل سنگ تو اعماق دریاها میشنوه. بنابراین این پیرمردم رو سادگی خودش وقتی خدا رو این چنین میبینه که از آسمون بر من روزی برسونه، براش میرسونه. مرد یهودی کوزه رو بلند میکرد، عقرب میشد، بر میگردون سکه طلا، فهمید که اجازه و قصه طبیعی نیست. تا آخر کوزه رو خالی کرد، اومد پایین در خونه مسلمونه رو زد و جریان خودش رو تعریف کرد. گفت اگه زحمت نیست منو ببرید پیش پیغمبرتون، میخوام به دست این آقا به این دین داخل بشم، دینی که من با چشم خودم اعجازش رو دیدم. یه دونه ذکر صلوات هم میخواد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی فرصتمون هم کم هست، دلم میخواد یه کلمه از امام صادق علیه السلام هم گفته باشم.
انشالله عزیزان یادشون نره اگر انجام دادی تا الان که هیچی، اگر نه امروز از مستحباتش زیارت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست و زیارت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، زیارت مخصوصه امیرالمؤمنین امروز وارد شده، روز ولادت پیغمبر زیارت نفس پیغمبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، خوشا به حال اونایی که امروز در نجف هستند در جوار امیرالمؤمنین علی علیه السلام نفس پیغمبر را در نجف زیارت میکنن. خدا دیگه چجوری با ما بفهمونه؟ دوستی که دیروز میپرسید آیا آیه ای داریم، گفتیم آیه انفسنا و انفسکم، این قرینشه. روایت معتبر میگه زیارت پیغمبر روز ولادت پیغمبر محقق میشود با زیارت امیرالمومنین. اصلا وارد حرم امیرالمومنین که میشی، اولین اذن دخولی که به عنوان سلام شما میخونید سلام بر پیغمبره، السلام علی رسول الله. اومدی زیارت امیرالمومنین میگه السلام علی رسول الله. وقتی که فاطمه بنت اسد از دنیا رفتن، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بر بالین او یا هنگام دفن او این جمله موندگار رو فرمودن، طبق نقل فرمودن هی والله امی التي ولدتني. عقل در فهمش میمونه، به خدا قسمی مادری است که من از اون متولد شدم. یعنی اگر کسی این حدیث رو ببینه، سند این حدیث براش تمام بشه، بازم در عظمت امیرالمؤمنین و جایگاه شک بکنه، این نشون دهنده اینه که خیلی باید کار کنه بیشتر از اینها رو خودش. امام صادق علیه السلام، اقل کاری که میتونیم در مقابل عظمت این امام بزرگ، تصمیمی که بگیریم در این روز عزیز در مقابل حضرت اینه، پدرها مادرهایی که جوان مستعدی تو خونه دارید، جوانی که متدینه و علاقه به دین داره، نشاط علمی داره، فهم و توانای علمیش خوبه، تشویقش بکنید، راه براش باز بکنید. الان در زمانی است که ما شدیداً نیاز داریم به کسی که دین رو تخصصی یاد بگیره. یه دنیا مجهز شدن برای اینکه دین من و شما رو بدزدن، به غیر از لشکر شیطان، و کارشون ایجاد شبهه علمیه. انقدر نیرو نداریم، انقدر توانایی علمی نداریم، انقدر بیان زیبا نداریم که بتونه اینها رو حل بکنه و گره از کار و فکر و دست و پای مردم باز بکنه. لااقل این احساس رو بکنیم. اگه میخواد مهندس بشه، دکتر بشه، عرض بشود که هر کاری دیگه که مد نظرتون هست، از تمام کارهای خوب دنیا، همه کارهای دنیا خوب، اما از همه خوبها خوبتر این است که خودش را و یک عده‌ای رو حفظ بکنه. چرا؟ چون یک زمانی این عمر تمام میشه. وقتی عمر تمام شد میفهمیم کل اومدن ما به دنیا و رفتن ما به دنیا برای ساختمون و خونه و بدن و زندگی و اینا نبود، اینا همش وسائل بود، هدف رسیدن به خدا و شناخت خدا بود، و برای این خیلی موانع ایجاد شد. ما خرج کردیم عمرمونو، سرمایه‌مونو برای وسائل، هدف رو گم کردیم. لااقل یه باقیات و صالحات برای اون هدف بگذاریم. یقین بدونید فرزندی که شما تشویقش کردید و تو این راه قرارش دادید، افتخار شما دنیا و آخرت خواهد بود، دنیا و آخرت خواهد بود. تأکید میکنم اینطور نیست که فقط قصه آخرت باشه و معنویات، نه، برای دنیای انسان هم خوب آشنا شدن با روایات. مرحله دوم، اگر سختتونه، قانع نشدید که عزیز شما، خصوصا پسر شما یا دختر شما، وقف امام صادق علیه السلام بکنه تمام عمرش رو و داراییش رو، لااقل در رشته‌ای که داره تحصیل میکنه تشویقش کنید. یا جوانی که شما برنامه رو میبینید، برید حتما این کار رو بکنید. لااقل از برنامه های مجازی که گذاشته شده، مثل همین شبکه امام صادق علیه السلام، دروس حوزوی روزی 2 ساعت وقت بگذارید، بگیرید، آشنا بشید با مبانی. این الان تقریبا 6 ترم، ترم پنجم داره پخش میشه. یعنی اگه کسی 6 تا 6 ماه وقت بگذاره، توانایی پیدا میکنه تقریبا که میتونه متون دینی رو خودش درک بکنه، خودش متوجه بشه. نمیگیم استدلال بکنین، اصلا در حد اجتهاد و اینا به هیچ وجه نیست، فاصله خیلی زیاده، اما با این توانایی میتونه در رشته تخصص خودش تو روایات برگرده و مطلب پیدا بکنه. و اگر دکتر میشه، اگر مهندس میشه، اگر جامعه شناس میشه، اگر روانشناس میشه، اگر هر چیزی، با دید روایات پیش میره، خیلی بهتر از اینکه فقط دنبال کلمات غربی ها و کسانی باشه که به چند قرن نمیرسه، یعنی 3-4 قرن میدون علمی در اختیارشون قرار گرفته. امیدوار هستیم که این رو هم عزیزان انشاءالله بهش التفات بکنن، توجه بکنن، و این هدیه ای باشه که امروز امام صادق علیه السلام برای خیر دنیا و آخرت به همه ما
روزی کرده باشه. تقدیم به امام صادق علیه السلام هم یه ذکر صلوات بر محمد الله و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنونم از جناب استاد که اینقدر باعث شدن امروز من و شما صلوات بفرستیم و ثوابش هم باشه ان شاء الله اون دنیا بگیریم. اجازه بدید با هم دیگه ببینیم که دوستان اتاق فرمان برنامه تزول مسائل چه میان برنامه رو برامون آماده کردن. در خدمتتون هستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. اللهم صل على. خیلی ممنونم از خوشسوقی بچه‌های اتاق فرمان که ثواب صلوات رو برای شما، ثواب دنیوی صلوات حالا برای شما عزیزان به تصویر کشیدن و با گرافیک زیبایی که زحمتشو کشیده بودن. بخش سوالات شما عزیزان هست و در خدمت جناب استاد هستیم. یادآوری میکنم که 2096477177973 شماره ارتباط شما عزیزان با برنامه توضیح المسائل هست. در خدمتتون هستیم انشاءالله. با اجازهتون بنده شروع کنم یکی دو تا سوال از قدیم بپرسم و سوالت که بینندگان خیلی اصرار داشتن پرسیده بشه. سلام، خسته نباشید. زنانی که در خانه بچه داری و شوهر داری و خانه داری می کنند و از طرف شوهر مهر و محبت نمی بینند، در زندگی درآمد ندارند و هیچ مردی بله و هیچ اختیاری ندارند که از مال مرد حتی به اندازه تکنان به اختیار خود به کسی دهند و بدون اطلاع مرد مثال 1000 تومان به کودکی بدهد، آیا در زندگی زن بیشتر شبیه یک کنیز نیست؟ ممنون میشم مفصل جواب بدید. بله، خود این بزرگواری که این سوالو پرسیده حتما جوابش رو میدونه. شاید سوالو متوجه نشدید. آیا این درسته که زن تو خونه همه کار بکنه، خدمت بکنه، اما هیچ اختیاری نداشته باشه؟ من که کاسبی که نمیتونم بکنم که درآمد داشته باشم، زبون حالشونو دارم میگم. خب پس درآمد که ندارم، از اون طرف نفقه من هم با شوهر هست، شوهر هم نمیگذاره من تصرفی در اموال داشته باشم، چیز در اختیار من قرار نمیده که من بتونم حتی مثلا باش یه فقیری تیکه نون بدم. آیا این درسته یا درست نیست؟ اسلام یه مرحله الزام داره، یه مرحله فضیلت. مرحله لازمش اینه که مرد باید نفقه زن رو از خوراک و لباس و مسکن تأمین کنه، این حد لازم و واجبش هست. آیا باید پول تو جیبی هم به همسرش بده، یعنی اضافه بر اون مقداری که خرج میکنه و لازم و واجب خرج بکنه، به اندازه ای که بتونه خود زن اضافه برای زندگی چیزی تهیه بکنه، یا کسی خواست چیزی بده بده؟ واجب نیست، میرسه به مرحله فضیلت، چون بالاخره همه جوانب رو اسلام لحاظ میکنه. اگه قرار شد که هر چه درخواست زن باشه مرد باید انجامش بده، همونطوری که زن باید مرد رو اجابت کنه، اگه قرار بود زن هم بگیم واجبه که هر چی میگه مرد گوش بده، خب نمیشد، واقعا سخت میشد. چون شما نگاه میکنید بعضی از خانوما درخواستاشون تمامی نداره. لذا میرسیم به مرحله فضیلت. بهتر هست بعد از آنی که این سه تا واجب رو برای همسرش مرد فراهم کرد، گشایش در زندگی براش فراهم کنه. میتونه او رو تو خونه اجاره یه کوچیک بنشونه، یه خونه وسیع تر اجاره کنه، ولی این مقدار سخت میشه براش، اما این کار انجام بده.
میتونه منزل بخره، منزل ملکی براش بخره، یعنی برای زندگی مشترکشون بخره، میتونه این خونه ها رو بزرگتر بکنه. البته با توافق، ممکنه مثلا بگن ما خونه ملکی به دردمون نمیخوره چون توانایی خونه بزرگ نداریم، بنابراین یه خونه بزرگ اجاره بکنیم، رهن بکنیم، برای ما بهتره. علی حال تو این قصه با هم مشورت بکنن و با رضایت هر دو طرف این بهترین هاست. دو دست لباس داره، کفایتش میکنه، اما ببرتش بازار بگه ولادت پیغمبر و امام صادق علیه السلامه، میخوام یه دست لباس خودت انتخاب بکنی یا این مبلغ رو بگیر به از بازار لباس تهیه بکنی، این جزء فضیلت هاست، این جزء بهترین هاست. دو سه جفت کفش به اندازه نیاز داره، نیاز نداره دیگه، اما اشکالی نداره باز، به شرطی که به حد اسراف برسه. اگر اسراف رسید دیگه نه، اون جایز نیست، اون میشه ممنوع. بنابراین اگه خانم نیاز پول به جیبی داره، یعنی میگه من مراجعه اینجا زیاد میشن، میان یه دی در خونه در میزنن به من میگن که کمکی به ما بکنید، من اینا رو میشناسم، خب من نمیتونم بگم که من هیچی دستم نیست، سختمه، شما انقدر به من اجازه بده، انقدر در اختیار من قرار بده، حالا نمیگم زیاد، به اندازه که بتونم لااقل یه چیز مختصری اگه بچه اومد در خونه چیزی بهش داده باشم، یا الان در خونه بیرون رفتم، مثلا تو فامیل من یک کسی رو دارم که روم نمیشه به شما بگم که، اما میدونم وضع مالیش خوب نیست و میخوام کمکش بکنم. خب اگه مرد توان مالی داره، این اعتماد رو به همسرش بکنه، مبلغ در اختیارش قرار بده، این جزء فضیلت هاست. این خطاب به مرد. اما به خانم چی باید عرض بکنیم؟ به خانم باید بگیم شما اگر توقعت بیش از حد لازم بوده باشه، این توقع درستی نیست، این توقع رو از بینش ببرید. فکر نکنید اگر پول تو جیبی به شما ندادن شدید کنیز. ما تو دنیا اومدیم برای جنگ و جهاد. دنیا تعبیر مزرعه الاخره یعنی چی؟ یعنی کار، یعنی تلاش. اگه میخوای یه چیزی درو بکنی، باید تو شدت گرما مشغول به کار بشی. اگر راستی انسان میخواد برای آخرتش یه چیزی زاد و توشه داشته باشه، باید تو دنیا جهاد کنه، تلاش کنه. جهاد نه منظورم شمشیر بگیره همه، نه، یعنی تلاش بکنه، زحمت بکشه. خدا از خانم ها خواسته که من میدان جنگ نمیخواد برید، حتی نماز جماعتم، البته با شرایطش، یعنی خیلی از دستورات واجب و مستحبش رو از زنها گرفته. در مقابل چی بر اونها لازم کرده؟ لازم و البته بهتر، گشایش بیشتر، اطاعت همسرش بکنه. یعنی اگر شما تحمل، اگر همسر باب دل باشه و حرف شمای خانم باشه که این زحمتی نداره. اطاعت یعنی چی؟ یعنی سخته با سختیش بساز، دستش خالیه با دست خالی بساز، فشار نیار. اگر هم دستش بازه، طبعش بخیله و خرج نمیکنه، با این طبعش کنار بیا اگر نمیتونی تغییرش بدی. یعنی تحمل بکنه انسان. این تحمل شما اسمش کنیزی نیست، اسمش سعادت دنیا و آخرته. اولیاء خدا با اینکه توان داشتن تو دنیا شاهانه زندگی کنن، زندگی سخت رو اختیار میکردن. شما اختیار نکردید، تقریبا اینطور براتون مقدر شده. نمیگم نمیتونید عوضش کنید، میتونید عوضش کنید، ولی نکنید. با همین وضعیت سخت زندگی بکنید، خدا براتون جبران میکنه. بارها گفتیم چجور جبران میکنه؟ توفیق نماز شب به شما میده، بچه هایی به شما میده که همه حسرت این بچه ها و دین و ایمانشون رو میخورن. تو خانواده شما آدم خراب، منحرف و اهل خلافکاری در نمیاد. تو فرزندان شما، ممکنه فرزند شما نشه، فرزندان شما رو حکمت خدا، اونی که همه چیش درسته، کسی رو خدا انتخاب میکنه در اثر سختی که شما کشیدید، توفیقی بهش میده که از اولیاء خدا بشه، میارزه. خیلی از همین خانمایی که شما فکر میکنید به خاطر تحمل شدن کنیز، این توفیق رو پیدا کردن که خدمت اولیاء خدا رسیدن، سعادت های نصیبشون شد. بنابراین میارزه تو دنیا قبل از آخرت انسان تحمل بکنه. اینم خطاب نسبت به اون خانمی که این زندگی رو با سختی تحمل میکنه. انشالله که هر دو طرف، یعنی هم آقایون هم خانوما، تلاش بکنن که اون فضیلته رو هم در خودمون انجام بدیم. مرد وسعت به خانم زندگیش بده و زن هم با سختی ها بسازه و توقع از مردش نداشته باشه. خیلی متشکرم. کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، یک سوال دیگه من بپرسم. آیا در دفن میت واجب است که میت به پهلوی راست خواباند یا نه؟ بله، باید رو پهلو راست باشه. خب اگر این گونه نشه تکلیف چیه؟ یعنی اگر از شرایط دفن، یعنی رو به قبله بودن انجام نشه، به شرط که بی احترامی به میت و توهین به میت نباشه، باید قبر باز بشه و درست رو به قبله
دفع بشه و دوباره قبر پوشیده بشه. این که میگیم بی احترامی یعنی مثلا چند روزی گذشته، یعنی اگه قبر باز بشه احتمال داره اون وضعیت میت یه مقداری برای اطرافیانش مناسب نباشه. علی حال بعد دید، بعد اینو هم موردش برن سوال کنن، از حاکم شهر تماس بگیرن که شخصی هست، حتی شخص هم مهمه که کی باشه و این چند روزی از دنیا رفته و علی حال مطمئنیم، یقین داریم که پشت به قبله یا اصلا رو به قبله نیست یا به یه شکل دیگه اصلا دفع شده و اینجا قبرستون نبوده و ما اشتباه دفع کردیم، به هر جهتی مطمئنیم، نه اینکه شک داریم. خب چیکار باید کرد؟ این رو حتما در موردش سریع بپرسن و حکم خدا رو اجرا بکنن. اما قانونش اینه، اگه میت رو به قبله نباشه از مواردی است که نبش قبر جائز میشه و باید رو به قبله بکنن. خیلی ممنون و متشکرم. خیلی ممنون و متشکرم از شما عزیزان که امروز هم همراه ما بودید. عیدتون مبارک. خدا نگهدار.